بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندای محترم آموزش روحانی قرآن و شیوه جدید و آسان، رسیدیم ما شما با آخرین درسی برنامه که درسی 16 هست. امروز ما شما علامتی مد را با هم میخوانیم. در درسای قبلی ما شما از درسهای علامت ها که قدم ششم یا مرحله ششمی برنامه بود و آخرین مرحله هم امی هست، ما شما علامتی ساکن و علامتی تشدید را خواندیم. امروز علامتی مد را با هم میخوانیم. ببینین هرگاه در بالای یک حرف این علامه وجود داشت به این مد گفته میشه و صدای اما حرفی که در بالاش این علامه قرار داره درازتر از حد معمول کشیده میشه. این درس خیلی آسان هست، فقط ببینین این مثال ها را با هم تمرین میکنیم. و سمائی، ببینین در بالای حرف الیف علامه مد قرار گرفته. فقط ما و شما در درسای اولی خوانده بودیم که الیف مدی، یعنی قبل از الیف وقتی که حرف فتحه وجود داشت الیف مدی هست، حالا در بالای الیف مدی یک علامه مد قرار گرفته. این را درازتر از حد معمول میکشیم. و سمائی، اینجا ببینین فلا اقسیمو، بالای الیف علامت مد هست، لا اقسیمو. و اما السائل الا ابتغاء، به همین ترتیب تلاوت میکنین. لا اله ها او لا ای ولا ایلا ها اولا ای. این مثال ها را ببینین، گاهی علامه مد در بالای حرف واو قرار میگیره، او را هم دراستر تلفظ میکنین. ببینین عمیلو سوء، از درس های قبلی هم اگر تمرین بکنیم ببینین ای الیف در بالاش علامه صفرک وجود داره و ای الیف هم در بالاش علامه صاد خورترک و لام هم هیچ علامه و حرکتی نداره. این سه حرف را نمیخوانیم، مستقیم لام را با سین یک جای میکنیم همراه واو. عمیلو سوء، اینی واو را دراستر میکشیم. سوء. وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ، بعضی وقت علامه مد در بالای حرف یا هم قرار میگیره. اینجا ببینین وَجِئَ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ رَبِّي أَكْرَمَنِي. این مثال را هم ببینین، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. اینجا هم در بالای حرف الیف علامت مد قرار گرفته که دراستر میکشیم. ولا تحاضون، در بالای حرف ها هم علامت مد قرار گرفت که دراستر میکشیم. حالا میریم ما و شما به عنوان آخرین درسی برنامه چند سطری از قرآن کریم را تمرین میکنیم و کوشش میکنیم که تمامی حرکت ها، تنوین، علامت هایی که ما شما خواندیم همش را تمرین میکنیم و دیگر هیچ علامه و حرکت دیگر نمانده که ما شما نخوانده باشیم. بعد از شما تمرین و تلاوت خود را در قرآن کریم شروع بکنین، البته آهسته آهسته. کوشش نکنین که قرآن کریم را به سرعت تلاوت بکنین. سنت پیامبر ما شما صلی الله علیه و سلم همین هست که پیامبر اسلام قرآن کریم را کنده کنده آهسته آهسته تلاوت میکرد، به گونه حرفی، یعنی قسمی تلاوت میکرد که هر حرف درست در مخرجش ادا میشد، قسمی که ما و شما در جریان این درس ها تمرین میکردیم. در اصل قرآن باید همینطور خوانده شود. شما هیچ وقت تشویش نکنین که چرا من قرآن کریم را تیز خوانده نمیتونم، نه، بلکه
خواندن درست قرآن روش درستش سنتش امی هست. حالا ببینین و قبلا هم ما براتون در جریان درس ها گفتم که در این برنامه و در این روش مهم نیست که شما از آغاز قرآن کریم شروع بکنین، اگر شروع هم بکنین هیچ مشکلی نیست، ولی میتونین هر صفحه قرآن کریم را باز بکنین و درس های خود را تمرین بکنین. حالا ما قرآن کریم را باز کردیم و تصادفی ای آیات برابر شد، تمرین خود را در اینجا ادامه میدیم. ببینین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ببینین حرفی علیف مد داره، باید کش بکنین، ملائکتی. اینجا هم باز ببینین حرفی علیف علامه ای داره که باید خوانده نشوه، تا را با سین پیوست میکنین، علیف را نمیخوانین. تیس جدو لآدم فسجدوا، اینجا مد هست باید کش بکنین، فسجدوا الا ابلیس ابا، فقلنا یا آدم، اینجا هم مد هست کش بکنین، یا آدم ان ها ذا عدو لك، تشدید هست، ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. به همین شکل تلاوت بکنین. و انک لا تظمأ فیها ولا تضحى فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرة خلدی و ملکل لا یب لا. به همین ترتیب دیگه شما میتونین که قرآن کریم را هر صفحه و هر سوره را که باز بکنین تلاوت بکنین، بعد از اینکه خودتان با این روش قرآن کریم را یاد گرفتین و دیگرها تعلیم بودین. و باز هم توصیه ما برای شما امی هست که تلاش نکنین که قرآن کریم را به سرعت تلاوت بکنین، بلکه روش سنت و صحیح تلاوت قرآن کریم امی قسم است که باید آهسته آهسته خونده شوه و ثوابی از این بیشتر و بهتر از خواندن قرآن کریم به سرعت هست. باز هم من برای شما تبریک میگم که در با فراگیری چند درس محدود شما انشالله تانستین که قرآن کریم را در وقت بسیار کم فرا بگیرین. تبریکتان باشه و در زمان ما توصیه میکنم برای شما که با آموزش روخانی قرآن کریم به حد کفایت و اکتفا نکنین، بلکه ادامه بدین درسای تجوید و و همچنین ترجمه قرآن کریم را کوشش بکنین فرا بگیرین. علمای کرام میگن که اگر انسان یک آیه یا یک سوره قرآن کریم را ترجمهش را فرا میگیره، این به مراتب ثوابش بیشتر و بزرگتر از این هست که انسان قرآن کریم را چند بار ختم میکنه. اصل هدف فهم معنای قرآن کریم هست. انشاءالله نیتی را داشته باشین بعد از اینکه تلاوت شما در قرآن خوب شد، تلاش یزی را بکنین که ترجمهش هم یاد بگیرین. و انشاءالله ما با کمک مؤسسه دعوتی پیمان پرودکشن تلاش داریم که برنامه آموزش ترجمه قرآن کریم به شیوه جدید و آسان را هم ثبت بکنیم و او را انشاءالله در خدمت شما قرار میتیم که شما میتونین با یاد گرفتن روخانی قرآن کریم تلاش یزی را بکنین که ترجمهش را هم به شکل درست و در وقت بسیار کم و به شیوه بسیار آسان فرا بگیرین.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.